خوشبختانه اولین کتابی که استاد ما را مجبور کرد بخونه تاریخ بیهقی بود. یعنی نظر من یکی از بهترین کتاب‌های تاریخی هست و خیلی هم جالبه و عاشق شدم دیگه. تاریخ بیهقی یکی از 5000 جلد کتابی است که بر دیوارهای منزل ویلم فلور در حومه واشنگتن به چشم می‌خورد. او که هلندی الاصل است، سالهاست در شهر بتهزدای مریلند مسکن گزیده، جایی که هنوز در مورد کشور ایران می‌خواند و می‌نویسد. مثلا کجا؟ این کتاب من این کتاب رو دیروز به من گرفتم. پیدا نمیشه این دیوان اطمعه. این اولین روزنامه ایران، روزنامه اتفاقی واقعیه. اینجا روزنامه دولت علیه ایران. این اختر همینجا هست. اینجا اصلی سوره اسرافیل، یعنی اصلشه. بدون این کتاب ها من نادان هستم، یعنی من دانشمند نیستم، من جوینده دانش هستم. علاقه به تاریخ و مسائل جهان سوم موجب شد که ویلم جوان در سالهای بین 1963 و 1967 به آموزش زبانهای خارجی از جمله عربی و فارسی بپردازد. او تحصیلات خود را در رشته علوم اجتماعی و اقتصادی و همچنین اسلام شناسی به پایان رسانده است. اگر کسی علاقه به یک کشوری داره و مردم این کشور مثلا مسیحیان هستند، شما حتما باید با دین اونها خبری داشته باشید و چون اسلام و عادات و رسوم اسلام یه دایمنشن از زندگانی ایرانی ها هست، من حتما میخواستم بدونم خب این اسلام اونها چیه؟ ویلم هنوز دانشجو بود که برای نخستین بار به ایران سفر کرد. از ماکو تا زاهدان و از بوشهر تا سراخس رفتم. تمام ایران ندیدم، ولی خب در 46 دوباره برگشتم. دیگه در 79 اون وقت یکی از کتاب های من از طرف دولت ایران انتخاب شده به بهترین کتاب این سال. این تاریخ مالیات در ایران که به من یه جایزه دادن. کتاب های فلور زمینه های گوناگون را در دوره های مختلف ایران در بر می گیرد. از جمله سنت نساجی در ایران. عرض کنم که تاریخ تشکیلات اداری دوره صفویه، پیشه های سنتی ایران، نقاشی دیوار در ایران، تاریخ بندرعباس، تاریخ بندرلنگه، سفرها از ایران شمالی، یعنی رشت و انزلی توش هست. اینجا دربند. تمام اینها و اینها مال منه. مثلا این آخرین کتاب من هست که این راجب بوشهر، بروزجان، کازرون، بنوکب در خوزستان جنوب و بندر عباس. این بازی های ایرانی. پوکر یک بازی ایرانی بود به نام آس بازی. شما می دونستید که بندر عباس 70 سال زیر تسلط عمان بود؟ مثل اینکه به شما در دبیرستان تاریخ ایران دست ندادند. او به فارسی نیز می نویسد. اتفاقا اولین کتابی که نوشتن الان یادم اومده، اولین سفرهای ایران و هلند، چاپ انتشارات طهوری روبروی دانشگاه تهران، ولی خب الان نایابه. ویلم فلور کتابی نیز در مورد روابط سکسی در دوره صفویه دارد. با وجود ممنوع بودن موضوعاتی از این دست در ایران، منبع و مأخذ چه بوده است؟ بیشتر از منابع فارسی. کسی بود آقای شمیسا، کتابی خیلی جالب نوشت، شاهد بازی در ایران. در مقدمه‌اش گفت که میشه گفت که تمام ادبیات فارسی یه ادبیات
هومو اروتیک هست. یعنی اینقدر از این اطلاعات در ادبیات فارسی پیدا میشه که میتونم دو تا کتاب بنویسم. اما برای بسیاری از موضوعات تاریخی ایران منابع نه به فارسی بلکه تنها به زبانهای دیگر یافت میشود. متاسفانه در منابع فارسی ندرتن چیزی راجع به خلیج فارس پیدا میشود. هرچند که الان مردم میگن خلیج همیشه فارس، ولی اگر شما میخواید چیزی راجع به خلیج فارس در متون فارسی پیدا میشه، پیدا نمیشه. پس از سفرهای پیاپی به ایران، ویلم فلور ایرانیان را مردمی مهمان نواز میابد. واقعا من از شمال تا جنوب و از غرب تا شرق در ایران سفر کردم. فکر میکنم که یکی از خصایص مردم ایران این است که واقعا مهمان نوازی هستند. بعضی اوقات زیاد مهمان میشه. یک ضرب مثل ایرانی هست که میگه مهمان خر میزبان هست. و شعری هم از عمر خیام. فاش میگویم او می خوردن و شاد بودن آیین من است، فارغ بودن ز کفر و دین آیین من است. تانیا دربند، صدای آمریکا، واشنگتن.